ما امروز نیازی به بحث درباره ماهیت این اتهام نداریم. مرکز بحث ما تأثیر تعیین کننده این لیست گذاری است که به معنای از کار انداختن موتور تغییر در ایران است. وقتی دینامیزم تغییر در ایران را قفل می کنید، چگونه انتظار دارید تحریم ها بتواند اثر جدی داشته باشد؟ وقتی که جنبشی را با انواع موانع مواجه می سازید، دیگر چه مانعی در برابر یک کتازی رژیم حاکم باقی می ماند؟ برای درک اهمیت این موضوع باید به طور خاص به نقش مجاهدین به عنوان آنتیتز رژیم بنیادگرا اشاره کنیم. خمینی و جانشینان او دیکتاتوری خود را به نام اسلام برقرار کردند. البته اسلامی که در دست و پا بریدن، سنگسار، زنستیزی، دروغ و فریب و صدور تروریسم خلاصه می شود. در مقابل آنها مجاهدین یک درک بردبار و دموکراتیک از اسلام را ارائه کردند. در برابر یک فاشیسم دینی تحت نام اسلام، راه حل واقعی اسلام بردبار و دموکراتیک است. این ویژگی فرهنگی و برخورداری از ریشه های عمیق در جامعه ایران از مجاهدین یک آنتیتز مؤثر در برابر ملایان ساخته است. آنها نه تنها عامل شکست بنیادگرایی در داخل ایرانند، بلکه مانع اساسی در برابر پیشروی بنیادگرایی یعنی ملاها در منطقه نیز هستند. حال وقتی مجاهدین در لیست قرار داده می شوند، در واقع تنها جنبش مسلمان سازمان یافته که قادر است پیشروی بنیادگرایی اسلامی را سد کند سرکوب می شوند.